چی این کارهای چند باره؟ من اینجوری فکر میکنم میشه اراده خدا عوض نمیشه. خودت که عیب و نقص ما را دیدی از اولش درست میافریدی. یا چی میگم یه وقت نگید جفنگه، فکر میکنم یه جای کار میلنگه. والا کشیش و شیخ و شاک نیستی، اهل دروغ و اشتباه که نیستی، یا عالم جونور آفریدی، کرگدن و اسب و خر آفریدی، کلی به سوسک و پشه حال دادی، به هر دوتاشون پربال دادی، نوبت خلقت که با آدم رسید یه دفعه بال پر تک کشید. الان میگی من به تو عقد دادم که هیچکی هم نداره غیر از آدم، پیش خودت نگفتی این کار بده؟ عقل بدی به هیچی هم قد نده. آدم و ساختی که خرابش کنی، از تو بهش یهو جوابش کنی، به خاطر یه سیب نیم خورده کی آب روی بنده ای رو برده؟ زدی تو پوزش که سرفکنده شه، پیش زنش تفلکی شرمنده شه. میگن همیشه بخشش از بزرگات، خدا کیه؟ بزرگ کل دنیا. قربون قدرت تو که خدایی، اول آخر بزرگیایی، خودت بهش کلی ماشالله گفتی وقتی که ساختی باریکلا گفتی. جان خودم این دیگه خیلی درده، بگن طرف حرف تو گوش نگرده. اگه اراده خودت نباشه همینجوری گل نمیتونه باشه. اگر بگن خدا نمیپسنده، غنچه غلط میکنه هی بخنده. میخواستی شوتش کنی روی زمین، پس چرا گفتی احسن الخالقین؟ روی زمین ببین چه غوغاییه، کارای بنده ها تماشاییه. 200 من دست فقیر میذارن، توقع کل بهشت دارن. چه میشون اصلا تو بهشت نداشتی، خلق با حال خودشون میذاشتی؟ الان تو دنیا هرچی کار زشته برای رفتن به همون بهشته. دست یه عده آدم طمعکار، یه عده دیگه شدن گرفتار، بی خودی گیر میدن به موی مردم، جفا میرن تو آبروی مردم. بهشت دادن که چیزی توش نیست، فقط چهار تا نره توی فردیست، شیر شرابشن که توی جوبه، بازن همین که هست خیلی خوبه. چقدر میشه رفت لب چشم آب خورد، چقدر میشه نشست فقط شراب خورد؟ راستی شراب و حوری و میکده اونجا خوبه، پس چرا اینجا بده؟ مردا که دورشون پر از حوریه، شرایط زنام همین جوریه. زن تو بهش هر جوری خواست میگرده، یا نه بازن تابع حرف مرده. میگن اگه بهش پر از حوریه، تکلیف این زنای مومن چیه؟ شنیدم اونجا بی فرودگاهه، بدون جاده و بزرگ راهه. اونجا بری باید شطور سوار شی، تو بیابوناش باید قطار شی. وقتی بهش کامپیوتر نداره، هر کی بخواد خودش باید بیاره. وقتی وسایل رفاهیش کمه، باید چرا تبلیغ میکنن این همه؟ اینجا که ما کلی وسایل داریم، با این همه هزار تا مشکل داریم، اونجا میگن هزار سال نوری باید سر کنی با یه اوری. میبینی بنده ها چیکار میکنن، همدیگه رو حیلت پار میکنن. هزارا ساله که مفتی مفتی سر میبرن، میان میگن تو گفتی. جوون ریشدار قندهاری میان میشه قاتل انتحاری، اثر بی فکری و بی کلهی همینجوری آدم میکشن فلهی. میگن برای رضای خداست، رضای تو واقعا اینجور چیزاست. نمیدونم والا کجا نوشته که جای قاتلات توی بهشته. خلاصه کلام خیلی پستن اونا که از قول تو خالی بستن. یکی شمی جناب مولا عمر که هیچی نخورده جز مغز خر. اگه میخواد بره بهشت این آدم، یه کاری کن بنده برن جهنم. کاش اصلا این جمله رو میشنفتن که بچه جون اینا رو من نگفتن. ایوان.